امروز میخوام نحوه خرید نایلکس شفاف درجه یک و با صرفه رو خدمتتون آموزش بدم. با من همراه باشید. سلام، مهربانی هستم، حمید عزت‌زاده مهربانی از مجموعه نایلکس مهربانی. امروز میخوام بهتون یاد بدم برای خرید نایلکس های دستدار شفاف چه گزینه های مورد توجه قرار بدید تا یه بار خوب و با صرفه رو بتونید تهیه کنید. نایلکس ها یا نایلون های دستدار شفاف که واقعا متداول در میوه فروشی ها و سوپرمارکت ها پرمصرف ترین محصول پلاستیکیه. چند تا نکته باید توش دقت شه که اگر میخواید خرید کنید بار خوبی و خریداری کرده باشید و مهمتر از همه با صرفه باشه. با دقت به نکاتی که اعلام میکنم توجه داشته باشید. مرسی. ببینید، نکته اول، نایلکس درجه یک، نایلون درجه یک، یه ظاهری باید داشته باشه که اصلا کدری مایل به تیرگی توش نباشه. یعنی شما میبینید خب نه معلومه مواد نوعه، خب نه دون داره نه خال داره، یعنی هیچ ایرادی توش نیست. حالا نایلکس کدر نایلون شفاف اصلا تو این بحثی نداشته باشید، مشکلی نداره نایلونه یا نایلکس نرمه یا خشکه. پس دقت کنه که درجه یک باشه و کدریش به سمت تیرگی و مشکی نره که اون نشون دهنده اینه که از مواد گرانولی توش استفاده شده. نکته بعدی که باید دقت داشته باشید، دوخت خوبی باید داشته باشه که معمولا تو کارخونه خود ما هم به این روش دوختش امتحان میکنه. یه دست دوخت پایین، یعنی دوخت بالا، که نشون دهنده اینه که الحمدلله دقت شده و دوختش خیلی خوب خورد. یه بحثی قدیما بود که نایلکس دو دوخت از یک دوخت بهتره. نه، این یه بار روانی داشت که روش مانور میدادن برای فروش محصول. اگر دستگاه خوب تنظیم شده باشه همون یه دوخت هم جواب میده، خوب تنظیم نشده باشه دو دوخت هم بزنن پاره میشه و در میره. این نکته بعدی. میریم سراغ مسئله بعدی که کشسانی نایلکس یا کیسه پلاستیکیه، که اگر محصولتون یه موقع بزرگتر از دهنه کیسه پلاستیکی بود، این کیسه باید کش بیاد و پاره نشه تا شما بتونید راحت محصول مورد نظرتون داخلش قرار بدید. که میبینید با این امتحان، با این روش میتونید مطمئن شید که کشسانی خوبی داره. مهمترین مسئله ای که بهش باید دقت کنید تعداد در کیلوی هر سایزه. اینه که باعث میشه پس از اون دو سه مورد اول شما محصول با صرفه ای رو خریداری کرده باشید. من سایت های نایلکس رو نام میبرم و تک تک تعداد در کیلوشون رو براتون معرفی میکنم که مد نظرتون باشه که وقتی تهیه میکنید با این رفرنس تقریبا چکش کنید. خب سایز اول 25-35 که معروف به 1 کیلویه، متداول تو 90% تولید کنندگان تعداد در کیلو 25-35 حدوداً 420 تا است. 10-20 تا بالاتر یا پایین تر. یعنی اگر زیر 400 تا باشه دیگه به صرفه نیست. دقت داشته باشین 25-35 حدوداً 420 تا 1 کیلو. سایز بعدی 30-40 که بهش 2 کیلویی میگن، متداول 330 تا 350 تا توی 1 کیلو. دقت کنید وقتی خریداری میکنید 100 گرمشو بشمرید. اگه زیر 30 تا بود یعنی جنس با صرفه ای نیست. سایز بعدی 37-47 پر مصرف ترین نایلکس، تعداد متداولش 250-260 عدد در کیلوه. که دقت داشته باشید رو این رفرنس باشه، بالاتر باشه که خب با صرفه داره، کمتر باشه دیگه اصلا صرفه اقتصادی نداره. سایز بعدی 45-55 که 5 کیلو بهش میگن، تعداد در کیلو متداولش تو کارخونه ها 100 و حدوداً 20 تا توی 1 کیلو. سایز بعدیمون 55-65 که متداول تو کارخونه ها حدوداً 80-90 تا توی 1 کیلو. و سایز بعدی 65-75 که تعداد در کیلوش حدوداً 40 تاست. یه نکته اضافه کنم، مثلا 55-65 تعداد 130-40 تا 1 کیلوش هم هست و مصرف خاص خودشو داره، برای نونواها تولید میشه و عرضه میشه که ما هم داریم. 45-55 170 تا 1 کیلو هم داره. حواستون باشه اون خیلی نازک‌تر میشه، مصرف کننده خاص خودشو داره. 80-90% تولید کننده رو این تعداد دارن تولید میکنن و اگه به این تعداد دقت کنید خب نایلکس معقول و به صرفه‌ای رو تهیه کردید. امیدوارم که این آموزش هم کاربردی بوده باشه و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه نکته اضافه کنم، مجموعه نایلکس مهربانی، خود من و تیم فروشم و مشاوران مجموعه آمادگی اینو دارن که به شما عزیزان، اگر مصرف کننده نایلکس هستید تو هر مدلش، دستدار، زباله، چاپی، رنگی، که دارید تو سازمان، اداره یا صنفتون استفاده میکنید یا قرار تهیه کنید، مشاوره بدیم که چگونه بتونید با صرفه ترین نایلکس مورد نظرتون رو تهیه کنید. همچنین ما
یه پروژه‌ای تو دستور کار داریم که مشاوره کاهش هزینه کیسه‌های پلاستیکی مورد استفاده در شرکت‌ها و ارگان‌ها. در این زمینه هم اگر دوست داشتید میتونید از مشاوره مجموعه الکس مهربان استفاده کنید و تو پست‌هایی که تو رضایت‌مندی گذاشتیم اگه توجه کرده باشید با مشاوره ما حدود 20-50% هزینه پلاستیک‌های مصرفیتون رو در طول سال کاهش بدید. ممنون که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این پست مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما رو به دیگران معرفی کنید تا یه پست دیگه و یه محتوای جذاب و آموزشی دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.